شنوندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، نهم ماه اکتبر سال 2020 برابر با 18 مهر ماه 1399. خیلی خوشحالم که بار دیگر با آقای غلام علی میرزایی هستیم از آلبانی. به ایشون سلام میکنم، خوش آمد میگم و امیدوارم که هم ایشون هم دوستانشون، حتی اون دوستانی که در کمپ مجاهدین هستن، از این بلای کرونا در امان باشن. ضمن این که خبر بود که اتفاقی افتاده اونجا، ولی متاسفانه چون سازمان مجاهدین یک فرقه بسته‌ای هست و حتی تلویزیونش هم تلویزیون مدار بسته‌ای هست، خبرها به درستی به بیرون به اصطلاح درز پیدا نمیکنه و باید منتظر بود و از دوستان دیگه شنید که چه اتفاقی افتاده. آقای میرزایی، ما قبلا هم شما رو در برنامه داشتیم و ویدیوهای شما در بایگانی مرتب کانون آوا هست روی یوتیوب، هم اگر اسم شما رو کسی تایپ کنه یا بنویسه اون ویدیوها میاد و دوستان میتونن تماشا کنن در هر ساعتی از شبانه روز. همین برنامه هم که داریم به زودی روی یوتیوب قرار میگیره و تا هفته آینده هم هر روز از تلویزیون مردم، مردم tv.com پخش میشه. شما یکی از افرادی بودید که در زمان جنگ ایران و عراق در اون ماجرا به اصطلاح شرکت داشتید و توسط نیروهای عراقی اسیر شده بودید. اگر یه مقداری توضیح بدید که کجا و چگونه اسیر شدید، ما از شما ممنونیم و دوستان هم میتونن در حین برنامه یا روی فیسبوک یا روی صفحه تویچ برای ما بنویسن، من سعی میکنم بخونم نظراتشون رو، یا حتی بعداً روی یوتیوب وقتی که این ویدیوها گذاشته میشه دوستان میتونن نظرات خودشون رو بگن و درست اینجا برعکس تلویزیون مجاهدین که به اصطلاح خود گویند و خود خندند، اینجا دوستان از روز اول هم شنونده نظرات شما بودن هم پاسخگوی سوالات شما. باز هم به شما خوش آمد میگم آقای میرزایی، بفرمایید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. بله، من گفتم که در مهر ماه سال 1359 11 مهر در منطقه بوزیان اسیر نیروهای حکومت بعثی عراق شدم و مدت 9 سال در اردوگاه عراق بودم. خب شرایط اردوگاه های عراق چطور بود؟ اگه اینو برای من و دوستان بیننده توضیح بدید، شما که اونجا بودید به اصطلاح ما بتونیم مجسم کنیم کسی که درجه‌دار ارتش بوده طبق قانون به اصطلاح ژنو باید اونها شما رو معرفی کنن به صلیب سرخ و باهاتون رفتار خصمانه ای نداشته باشن وقتی دیگه اسیر هستید، ولی متاسفانه دیدیم ویدیوهایی هم حتی هست که شهادت میده که با شماها خیلی رفتار بدی کردن و اینها. یه مقداری ما رو با شرایطی که شما اونجا بودید موقعی که اسیر بودید تو در اردوگاه عراق آشنا کنید. خدمتتون عرض کنم که در لحظه دستگیری ما، دستگیری من با این افتی که بودم، تعداد نیروهای عراقی زیاد بودن، رو یک لشکر بودن که با ما هم بکنن به خاک خودمون موسیان، به خاک ایران. بعد ما که دستگیر شدیم اینا مثل وحشی هجوم آوردن با ما، شلیک کردن زیر پامون رو، بعد از اون حمله کردن با ظرفای خود و کرمزانی بود، با یقلبی تو صورت رو میزدن. بعد با سیم تلفن، از سیم تلفن ها صحرایی هست که خود ما آشنایی دارید باش، دستامون از پشت بستن مدت 24 ساعت که دستامون باد کرده بود، یعنی انگشتامون دیگه اصلا بیهست شده بود، تا مدت ها دستامون بیهست شده بود. حتی تا زمانی که بردن من تو بستان الامار و اینا دستامون رو باز کردن، ما تو ماشین هایی که بردن من تو حرفا یا جیب هایی که داشتن، تو کامیون هایی که داشتن، همینطوری چی دست پا ما بسته بود، شما بسته بود. بعد تو شرایط اردوگاه که داخل اردوگاه که بردن،
اصلا اینا رعایت این که قوانین ژنو رعایت بکنن نبود. از عراق جز قوانین قرارداد سلیمتو که موقع امضا نکردن جز قوانین ژنو نبود. خودش هم علنان میگفت که ما هر کاری رو که بلای بخواد سر شما میاریم که ما جز قوانین ژنو نیستیم. هنوز شرایطش رو میگیریم که حساب اون توی اتاق هم اصلا اتاق 12 در 12 متری حدود 150 نفر اینا گنجانه بودن. 150 نفر که باز حالت زارو کماده یا همون زارو به بغل میگرفتی مینشستی. بعد ظرفی نبود که بشه غذا بدادن. یک کاسه داده بودن، هم کاسه ریشتراشی بود، هم باید غذا میخوردی، هم باید چای میخوردی. تا حدود یک ماه، یک ماه شاید هم بیشتر 150 نفر دیر حالت بودن. در بین ما هم خیلی تعدادی پیرمرد بودن که اینا رو بین را اسیر کرده بودن. پیرمردهایی بودن اطراف سومار و گیلان غرب و اینا خواست بودن از جنگ فرار کنن. اینا گرفته اینا رو همزمان آوردن تو اردوگاه. یعنی شرایط این صورت بود. اصلا بعد با همون وضعیت 150 نفر تو بر اتاق اینا روزانه یک ساعت بیشتر برای مثلا فرض کن 8 اتاق بود، 8 ساعت 150 نفر میشد 900 نفر توی یک بلوک آزاد میکردن برای کارهای فردی. یک ساعت آزاد میکردن، آبی هم وجود داشت که مثلا نفر بتونه بره استعمال بکنه یا بره به کار فردی خودش برسه. وضعیتش تا یه مدت اینجوری بود. حتی تا 2 سال 3 سال بعدش هم داخل اردوگاه آب گرم وجود داشت برای استعمال نفرات. نفرات باید آب سرد میرفتن، یه سطران بزرگی بود رو آورده بودن، نوبت میگرفتن، سبز پر میکردن، با آب سرد استعمال میکردن. این عراق هیچ قوانین را سلی بزرگ قبول نداشت. سلی بزرگ هم بعد از مدت ها که اومد بهش اعتراض میکردیم بگردیم که این چقدرشه، شما چرا به دولت عراق اعتراض میکنی، چرا درست میکنه؟ سلی بزرگ هم میگفت من عنوان بسی هستم، فقط بذارن من بیام. بعد قطعا گذاشتن ما اومدیم اینجا، فقط بذارن من بیام برای شما یه نامه بیاریم بیارن، اینه یه بسی. اونم هر دو ما یک بار میومدن و میرفتن. اونم چی؟ با این وجود شرایطش چی بود دیگه؟ داخل اتاق میابردن مینشستن، تکی صحبت نمی کنن بادن، فقط همه باز 100 نفر یا 50 نفر تر اتاق بودن، بعد شد 50-60 نفر نشستن نامه ها رو پشت بسیار ممنونم. اتفاقا سوال بعدی در رابطه با همین صلیب سرخ و دیگر ارگان های بین المللی هست که آیا شما رو ملاقات میکردن؟ اینجوری که شما میگید بله ملاقات میکردن، ولی میگفتن ما فقط کار نامه رسانی رو داریم و برای ملاقاتشون به اصطلاح شرط و شروطی هم گذاشته بودن، یا عراقی ها برای شما شرطی گذاشته بودند که در این صورت شما میتونید اونا رو ببینید و الا به اصطلاح همون ملاقات حتی رساندن نام و اینها رو هم از شما دریغ میکردن؟ یه مقداری راجع به ارگان های بین المللی که معمول هست در زمان جنگ، نه قرن بیستم، حتی قبلا هم به اصطلاح میرفتن توی کمپ ها و اینها از اسرا یا از وضعیتشون بازدید میکردن، یه مقداری از اون بیشتر توضیح بدید لطفا. با همین موضوعی که گفتیم هیچ ارگان بین‌المللی که شما فرمودید تو اردوگاه بازدید نکردن. کجا صلیب سرخ خونم بعد از چند ماه که اومد ثبت نام کرد نفرات و اونم هر دو ماه یک بار میومد یک کاغذ نصف آچار میداد، باید در حد چند خط سلام و احوالپرسی برای خانواده مینوشتی، تحویل اونا میدادی، بعد اونا میبردن تحویل دستگاه استخبارات عراق میدادن. اونا چه میکردن؟ با نامه سالون شدن. همون نامه باز با همون نامه که میدادی خانوادت دیر هم چند دخل برای مینوشت. یعنی هیچی بجزی نبود. هرچی هم که اعتراض میکردی میگفت ما اصلا بجزی نمیتونیم، دولت عراق نمیذار ما بیشتر از این کار بکنیم، در همین حد ما میتونیم کار بکنیم، فقط بذار ما بیان شما رو ببینیم که بدونیم سالمید، فقط در حد خوراک و مواد غذایی هم در حد این که فقط که نمیرید. خودش الان همینه میگفت،
زنده ایم، اینو بهتون بده، اینو بهتون بده که بدونیم زنده هستیم در همین حد. بسیار ممنون. چطور شد که شما به مجاهدین پیوستید؟ من مدت 9 سالی که اونجا بودم، خواهی چند سالی که مثلا ارتباطی اونجا نبود، ولی در تو مدت که با تو اردوگاه بودیم نفرات مختلفی می اومدن داخل اردوگاه، حتی نفراتی می اومدن که مثلا لباس شرایطشون با ما فرق می کرد، سرشون رو نمی زدن، بعد لباساشون با ما فرق می کرد، می اومدن مثلا به عنوان 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر چند روز میموندن بعد میرفتن، حالا با کیا تماس میگرفتن دقیقا نمیدونم، ولی همین بدن مشکوک بودی مسئله برای همه که اینا کیان. که بعد خود عراقی ها بدن فهمیدیم، خود عراقی ها گفتن که اینا از نفرات صدام مجاهدین هستن، اومدن برای چی؟ اومدن اینجا برای نفرات خودشون، نفرات خودشون رو عضوگیری کردن و که برای خودشون پیوندن. یه شرایطی بود اونجا توی سالیان که اونجا بودیم، بعد ما هم نفراتی بودم اونجا، مثلا ما خودم چونی پیوستم و اینا، خب نفراتی که با اینا در تماس بودن با ما دوست بودن. بعد شرایط اردوگاه هم سخت بود، 8 سال شده بود جنگ هم تمام شده بود و گیج راهش هایی نبود اینا که مثلا آتش بس پذیرفته شده بود، ولی مبادله و سرایی در کار نبود و هر کدوم از ما با شرایط سختی مواجه بودیم، نفراتی که ما به مجاهدین پیوستن، اما دنبال این بودن که یک راهی پیدا کنن که از این اردوگاه خلاص بشن به جای دیگه پیوندن، برن جای دیگه. مجاهدین هم که هر شب یک نیم ساعت دولت عراق و اینا تلویزیون داده بود، برنامه پخش میکردن و بعدشون هم این بود که هر کس ما به پیوند و اینا بیشتر از 6 ماه اینجا نمیمونه یا 2 ماه الا 6 ماه بعدش هر کشور خاص میفرستیمش یا میفرستیمش ایران. بعد از این که قرارداد آتش بس اعلام شد و اینا هنوز اعلام نشده بود، یک سال قبل از این که دولت عراق حمله به کویت رو آغاز میکنه و کویت اشغال میکنه، حسن رجبه یه پیام داد و هر کسی خدا ما ببیرنده که تعداد حدود 1500 نفر بودن که فقط به همین خاطر این شرایط به اینا پیوستن که این راه نجاتی باشه براشون، در صورتی که متاسفانه از چابش حالا افتادن. یعنی میشه گفت، ببخشید، میشه گفت که با پروپاگاندای عراق و با تبلیغات مجاهدین که حتی به صورت حضوری میمدن توی کمپ ها شرکت میکردن، برای شماها در باغ سبز نشون دادن و قول دادن که شماها 6 ماه بیشتر اونجا نمیمونید و بعد آزاد میشید و به ایران میتونید برگردید. بله؟ بله، من خودم مستقیم اینا را مثلا بعد از آتش بس ندیدم، من اینا قبل بعد از آتش بس مرتب اردوگاه ها بیومدن و مجله و همون روزنامه مجله مجاهدشون رو بیاوردن برای نفرات و نفرات می آوردن، نفرات تقسیم می کردن، نفرات سرکردگان خودشون می اومدن، کاملا تعدد داشتن تو اردوگاه ها و عراقی ها هم دست باز در این رو داشته بودن. بله، بسیار ممنونم. شما اشاره کردید که از چاله در آمدید و به چاه افتادید. سوال بعدی ما همین هست، زمانی که در اردوگاه صدام حسین بودید و صلیب سرخ مراجعه می کرد، یا کلن قبل از این بگم، شرایط زندگی در اردوگاه های اسرای جنگی در عراق، عراق صدام حسین و اردوگاه های مجاهدین در عراق نظیر اشرف، شرایطش رو بگید و فرقش رو برای ما توضیح بدید. شرایط اردوگاه عراق یا دو تا چیز متفاوت، اگه بخوام بگم اردوگاه های عراق درست از لحاظ مکان و اینا خوب نبود، محل استراحت خوب نبود، ولی نفرات آزادی کامل داشتن، با هم صحبت کنن، ورزش بکنن، زبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی، هر زبانی که دوست داشتن کتاب میخوندن، یاد میگرفتن، نفراتی بودن که درس میدادن، کلاس داره هم دیگه میذاشتیم،
کارا بود، در مابزاش هم فعالیت هم میکردن، ولی به لحاظ این که مثلا نزدان کسی با هم صحبت کنه و به قول معروف کنه مجاهدین محفل داشته باشن و زبان یاد نگیره بود، ولی تو مجاهدین چیزا کلن ممنوع بود، حتی زبان انگلیسی خواندن میگفتن ممنوعه. یه برجوازی اگه کسی زبان بخونه یا کسی زبان به مال زبان بونه، اگه دو نفر با هم صحبت بکنن دو بار با هم توی مسیر رفتار رفت آمد به سالن با هم باشن، برای دو مرتبه سه مرتبه با هم بیان، اینا یک نقشه تو کارش کنه، یک محفل و قصد کارهایی دارن. در صورتی که تو اردوگاه ارام چیزا نبود، به همین خاطر تلاش میکردن نفرات از هم مجزا کنن. این نفری دو نفری که با هم هم حتی تو اردوگاه با هم بودن اونجا با هم نباشن، جدا شده که همین کارم کردن، نفرات مجزا میکردن که قبلا فرض کنون اگر من با یکی از دوستان قبلا تو اردوگاه چند سال با هم بودیم بعد رفته بودیم اونجا جدا ما میکردن، اینا جدا میکردن. شما لطف کنید برای ما بگید که زمانی که توی اردوگاه عراق بودید و زمان صدام حسین و صلیب سرخ مراجعه میکرد، به صورت مستقل با شماها تک تک صحبت میکردن؟ آیا در زمانی که در سازمان مجاهدین بودید و صلیب سرخ میامد، همون مانند سابق به صورت مستقل و تک تک با شما مصاحبه میشد، یا اینکه افراد دیگه حضور داشتن تا به قول آمریکایی‌ها big brother is watching، یعنی برادر بزرگتر نگاه میکنه رو عمل کرده شما و حضور اونها رو به اصطلاح زیر نظر میگرفتن؟ دوهای راه که بودیم صلیب سرخ میومد نامه ها رو به خود نفرات حضوری میداد، تک به تک بودم دست نفرات، بعد خودش هم نامه ها رو جمع میکرد. خود صلیب سرخ یه کمیته بودن و اصطلاح یه تیم بودن، یه تیم کامل بودن، علاقه پزشکی، روابط سیاسی، یک مثلا یکیشون مسئول نامه ها بود، یک تیم کامل بودن، هر کدوم یک کارهایی میکردن. بعدشون مسئول پزشکی بودن که مشکلات پزشکی نفرات میپرسیدن خصوصی که بودن تو دامج دارانه، بعد برایش تجویز میکردن یا دوره یا خودش میابردن اما دولت سفارش بودن که نفر مشکل داره که دوره باید بکنن. ولی تو مجاهدین که ما رفتیم یه چیزی نبود که صلیب سرخ با تک تک ما صحبت کنن. یک بار اومده بود تو اشرف که همه توی سالن جمع کردن، گفتم صلیب سرخ نامه آورده براتون، من میخواد صحبت کنه. جمعی بود، یک بارم حدود 100 نفر خودشون، نفراتی که خودشون میشناختن و بهشون اعتماد داشتن، اینا رو بردن بغداد. صلیب سرخ با اینا مصاحبه کرد، یعنی اگر میگن صلیب سرخ با تک تک نفراتی که داخل مجاهدین بودن صحبت کردن، این رو مازه. اینا 100 نفر بردن بغداد، باشون صلیب سرخ صحبت کرد و برگشتن، فقط که با تک تک نفرات صحبت کنه جوری نبود. بسیار ممنونم. بعضی از دوستان که قبلا صحبت کردن و شرایطی مثل شما داشتن که به اصطلاح اسیر جنگی بودن، میگن که توی سازمان با ما برخورد متفاوتی میشد تا اون اعضای معمولی. یه مقداری در این رابطه لطف کنید توضیح بدیم. آنسر بی بگم داستان خیلی طولانیه، ولی اگه بخوام در یک کلام خلاصه بکنم به جمله بگم، درسته اینا در ظاهر میگفتن شما نفرات خودمونید و گوهر بی‌بدیل هستید، ولی بر اعضای بالاترشون و پشت سر ما چیزهای دیگه دیگه اینا همون اردوگاهی هستن، اردوگاهی هستن، یعنی ما رو به چشم اردوگاهی نگاه میکردن، نگاه میکردن بین خودشون نشستهایی که جداگانه که داشتن جلسات جداگانه داشتن یه اسم گذاشته بودم، من نمیدونم همین از چی جدیدن از روی شهیده بودم الان فراموش کردم. مثلا اگر یکی از اعضای سابقشون یک کار انجام میداد، مثلا فرض کن گوش به فرمان اونا نبود، اون لقب رو بهش میداد، یعنی تو هم مثل نفرات اردوگاهی هستی، تو هم گوش به فرمان ما نیستی. در
زاهد میگفتن شما نفرات اتومی، ولی هیچ وقت اعتمادی به اسرای جنگی نداشتن و همیشه اینا رو به عنوان اسیر جنگی همینجوری که الان میبینید و من اینکه یک نفر از اسرا بیاد بیرون از اسران سابق اسیران سابق که بیاد بیرون و میخواد تو زندگی آزاد خودش زندگی آزادی داشته باشه با خانوادش خاص باشه دوباره میگن اسیر جنگی سابق. ممنونم از شما. مثل که به شما یه مدت میگفتن پیله انقلاب مجاهدین هستید و انقلابی، چرا الان دوباره به شما میگن اسیر جنگی و تهمت میزنن؟ شما اگه اطلاع داشته باشید اینا اصلا کلن همشون فرق نمی کنن. فرض کن شما اگه با خاطر داشته باشید اعضای بالای خود شورا ملی مقاومتشون یا حتی خود شما که قبلا فرمایش کردید که برای خود اونا کار میکردید بدون اینکه هیچ چیزی بکنید و بعد اینکه متوجه میشن فرض کن اعضای استان و شورا شما دیگه اعضای شدن مارک مزدوری و اینکه با وزارت اطلاعات یا اینکه روز سپاه پاسداران و با رژیم و سفارت رژیم در هر کشور آژان دارن کار میکنن، این مارکه میزنن، اینا برشون فرق نمی کنن. حالا با ما که میرسه مارک اسیر سابق جنگی هم روش هست دیگه، این هم روش هست. ولی مثل که به شما بیشتر اذیت کردن، چون خانواده شما هم عکساشو من الان دارم نشون میدم جزو اونایی بودن که آمدن عراق و به اصطلاح پشت کمپ ها بودن، همه آزار و اذیت ها و دشنام ها و تهدید ها و تهمت ها رو تحمل کردن و شاید حضور همونها هم باعث این شده که شما تصمیم بگیرید از سازمان جدا بشید. چرا اینها به شماها بیشتر گیر دادن؟ آقای صوفی من نکته بگم، من سر خانوادان که بگم اطلاع نداشتم که اینا اومدن، چه لیبرتی چه تو اشرف اصلا اطلاع داشتم. اینا الان مدعی هم که من اطلاع داشتم که خانوادان اومدن اشرف. الان اگر شما بیشتی کار رو نگاه بکنید خب گیرم من اشرف رو اطلاع داشتم در صورتی که این کذبه. اینا اومدن گفتن، من رفت حتی با خود اینا گفتم، من با خود اینا گفتم که من شب گذشته در اون زمان آخر شب اسم تو بلنگی شنیدم که اسم من رو خوندن، اسم ما آوردن که بلاولی میرزایی. رفت من مسئول بالای قسمتی که ما بودم گفتم، گفت که اینا همش دروغه، نوار گذاشتن، اسامی همه ما رو وزارت اطلاعات داره و نوار گذاشتن میخونه، این مشکل دولت عراق همه اسامی رو اینا داده و میخونن. بعد الان اینا مدعیان که ما به علاوالدین میرزایی گفتیم خانواده اومدن اشرف، خب اینه که من نگفتید لیبرتی رو چرا نگفتید؟ اگر حالا اشرف ما میگیم به فرض مثال شما گفتید که نگفتید، ولی لیبرتی اومدن چرا نگفتید؟ شما الان کیده بشید اگه بذارید متوجه خواهد شد که اصلا من تو لیبرتی بودم خبر نداشتم خانواده اومدن. به همین خاطر من در رابطه وقتی من آقا آلبانی متوجه شدم که خانوادم به اشرف و من به هم به لیبرتی اومدن ایر بابا گفتن، تصمیم گرفتم که از فضل جدا بشن این فرار بکنم و بعد تو کلیپ های مطلع و تو دویر مجازی تصاویر دیدم که خانواد آمده بودن. اینها حتی مدارکی از شما نمیدونم کارتای شناسایی و اینها هست که به اصطلاح این ور اون ور چاپ کردن، دلیلشون چیه برای این کار؟ کارتا شناسایی مال پسرمه، پاسپورتش در اصل اینا که من دم اشرف عراقی ها پاسپورت اینا رو میگرفتن که چک بکنن که بعد بود سرباز عراقی با اینا رابطه داشتن دیگه با مجاهدین، از اینا کپی میگرفتن که بعد پخش کردن اینا رو. و اگر منظورت همینه که اینه، اگر کاغذ ها رو که میگه از همه امضا گرفتن، آره در هر سرفصل از نفرات می نشستن یک نشست هایی می گذاشتن و یک نفرات یک تعهدنامه می دادن که ما تا آخرش هستیم.
اون هم خودشون میگفتن، الان میگفتن که خب یه چیزی نداره، مشکلی نداره، تضادی نداره، تو باری بیست ما هم نوشتیم، اگر الان میخوان چیزی از کم میشه. ولی سر خانواده ها که خانواده همه پاسپورت داشتن، باید با پاسپورت وارد اون منطقه که آمریکایی حضور داشتن میومدن از عراقی بیا میشه عراقی ها، عراقی ها پاسپورت رو از اونا میگرفتن و دست اینا میدادن با پول دیگه، از مجاهدی پول میگرفتن، اینا رو معرفی میکردن این نفر اینا. بسیار ممنونم. نزدیک به دو ماه هست که شما تیتر خبر یکی از سایت های مجاهدین شده اید. علتش هم اون مصاحبه بوده که شما با بی بی سی انجام دادید. مگه شما توی این مصاحبه چی گفتید که اینها اینقدر داد و فغان میکنن و به قول دوستان جیغ آبی میکشن بنفش؟ من خودم تعجب میکنم اینا چرا از مصاحبه دو نفر که خودشون تو بیانیه های خودشون میگن آزادی بیان حق مسلم هر کسیه، ما هم دو نفر بودیم مصاحبه کردیم، یک بود تو کشور دیگه، منم اینجا، همین حرفایی که الان برای شما به خدمت شما عرض کردم همونجا هم گفتم، در فلان رو تعطیل شدم، خانواده هم اومده، حدودگاه جوری بوده، همین رو گفتم، چیزی بیشتر از این رو نگفتم، تازه کم گفتم زیاد نگفتم. اگر من بخوام بگم با هر خودش یک کتاب میشه اینو، اگه بخوام از اینا بگم، اگه شما اون کلیپ ها رو نشون بدید به کدوم بار شما اومدید این کلیپ ها رو کنم دارید. یه کلیپی هست که عکس 5 نفر رو نشون میده، دستاشون هم بالاست، این رو اگه توضیح بدید. ولی این کلیپ به اصطلاح از یکی از خبرگزاری ها به نام مهر هست، این چی هست؟ کجا هست؟ به نظر میاد داخل کمپ اشرفه، نه؟ بله داخل کمپ اشرف بوده، اومده بودن داخل عکس گرفته بودن. بله. کیا هستن؟ خانواده شما؟ یکیشون همسرم و غیر رو نمیشناسم، دقیقا نمیشناسم. یعنی اینا رو داخل کمپ هم راه دادن ولی شما خبر نده؟ بله داخل کمپ، آخه تا یه محدوده دست عراقی ها بود. بله اون نقطه دست عراقی ها بود، دست عراقی ها بود، از بابت دست مجاهدی بود، تقسیم بندی شده بود دیگه. آها. تو محله اونا رو نمیتونستن وارد بشن دیگه. این عکسی که یه خانمی اسم شما رو گرفته بالای دست، غلام علی میرزایی، خانواده ملاقات، ایشون خواهر شما هستن، همسر شما هستن، کی هستن؟ نمیدونم، یکیش هست که همسرم که مصاحبه هم کرده، یکیش هم هست که تو بغل تیبالا هست که برادرم با همترش لیبرتیه، حالا نمیدونم که هم بوده باشید. آها. این یه عکسی هم هست که عکسی خانمی هست با عینک، نوشته بستگان فریب خوردگان منافقین. این عکس یه مقداری توضیح بدید، دیدید اون عکسو؟ نه ما نایدیم. آها، ای کاش این عکس ها رو برای شما فرستاده بودیم قبلا که میتونستید بیشتر توضیح بدید. و خیلی جالبه، سازمان مجاهدین همه رو فریب خورده میدونه، همه رو مزدور میدونه، ولی خودشون که سالها مزدوره، یعنی به معنی واقعی کلمه مزدور، یعنی پول میگرفتن برای عراق میجنگیدن، خیانت میکردن بر علیه مردم ایران، مهران و کرمانشاه و شهرهای دیگه هستن، اینا خودشون رو ارتش آزادی بخش و انقلابی میدونن و متاسفانه با اون روشهای غلطی هم که پی گرفتن خودشون رو اصلا چی میگن قطع النسل کردن، یعنی دیگه نسل بعدی وجود نداره و الان هم جوونا تو ایران اینها رو نمیشناسن. شما فکر میکنید کلن چرا مجاهدین به خانواده شما توهین میکنن و تهمت میزنن؟ خانواده شما که در ایران زندگی میکنن و با پاسپورت ایرانی هر ایرانی میتونه بیاد عراق رفت آمد کنه، این تصویر پاسپورت که شما توضیح دادید متعلق به فرزندتونه و اونها، اصلا کار غیر قانونیه که یه نفر که میاد یه جایی پاسپورتشو کپی میگیرن، کلن کپی گرفتن از پاسپورت غیر قانونیه. این یک. دوم،
این پاسپورت رو برای یه هدف دیگه کپی گرفتن که توی چی باشه، بعد روی اینترنت میذارن و به اصطلاح پخش میکنن، اون دیگه غیر قانونی ترش میکنه. شما کلا توضیح بدید که خصومت این سازمان مخصوصا با خانواده شما که در ایران هستن چی هست؟ اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، اینا کلن با خانواده ها دشمنن، خصوص در این موقعیت که الان خانواده ها یک کمپینی تشکیل دادن که 11,000 نفر این امضا کردن از خانواده ها. خب این مسئله الان شده برای اینا چی؟ یک جنگ روانی براشون، یک جنگ روانی برای اینا درست شده. توی این وسط اومدن حالا چی؟ من دو ماه پیش بود یه مصاحبه انگلیسی کردم، همین موضوع رو عنوان کردم. اینا اصلا با خانواده دشمنن، دشمن خانواده هستن. خودشون هم حتی به خود رجوی بارها میگفت خانواده دشمنه، دشمن مبارزه است. حتی بعض الان اینا کلان میخوان همیشه یک چیزی به عنوان خودش مثال میداد رجوی، میگه ما همیشه باید یک چیزی برای جنگمون با رژیم داشته باشیم. حالا این موضوع رو گیر آوردن، خانواده گیر آوردن، الان خانواده من رو گیر آوردن. در صورتی که خانواده من، اگر شما راست میگید، اگر واقعا صداقت دارید، اگر نیتتون پاک بوده، اون موقع چرا من نگفتید که خانواده من مزدوره، خانواده من جز وزارت اطلاعات، چرا اون موقع نگفتید؟ حالا چرا نگفتید که خانواده اومدن، خانواده من اشرف اومدن و لیبرتی اومدن اگر راست میگفتید؟ چرا نگفتن؟ و اینا الان بیشتر از این عاجزن. 11,000 نفر امضا کردن برای دیدار و به دولت آلبانی نامه نوشتن و به کمیسیاری عالی حقوق بشر، همچنین رئیس پارلمان اروپا، برای دیدار فرزندانشون. اینا با این مشکل دارن الان. الان چسبیدن به، چون که الان نمیتونن یقه وقیر بیرن، چسبیدن به این موضوع. الان اگر شما دقیق کرده باشید، الان حدود یکی دو ماه مرتب از این نفرات اوسرا جنگی خودشون هم لو دادن که بیشتر از 130 نفر اسیر جنگی نموند، 33 نفر اسیر جنگی نمونده. اونا رو شما هر چند شب یک بار دارن مصاحبه، اونم با یه متنای طولانی که اثر خود نفر که ما میشناسیم و این متن رو اصلا بدونه بنویسه، یه متن رو بدونه بنویسه و برای خانوادهشون موضع بگیرن، در صورتی که خانوادهشون سالیان چشم رو اینا رو به همان دارن تلاش میکنن که بتونن عجلان شربت 30 سال بگیرن، 30 چند سال. آقای میرزایی، شما که آلبانی هستید، خب قبلا اینها قبل از اینکه برن توی اون کمپ جدید توی آپارتمان زندگی میکردن، گهگاهی میومدن تو شهر و اینها، الان دیگه این امکانو ندارن. اگر اونها بتونن برنامه شما رو ببینن و بشنون، پیام شما برای اونها چیه و شرایط خودتون رو با قبلا که در سازمان بودید چگونه میتونید برای اونها به اصطلاح توضیح بدید و شرایطتون خودتون رو مقایسه کنید؟ روزهای بهتری دارید؟ الان آزادی و زندگی معنی و مفهوم دیگه ای داره؟ یا به اصطلاح چجوری میتونید برای اونها که شرایط شما رو دارن توضیح بدید؟ من قبلانم در پیام های دیگه گفتم اونا همه دوستان من بودم و دوستشون دارم و آرزو میکنم که هر جورتر خودشون رو از اون اصالتی که شده براشون رو بیرون برده و روز به روز دارن ضعیفتر میشن و از کار افتادتر میشن در اون کمپ بسته که هیچ راهی ندارن بیرون و تحت فشار روحی، جسمی و بدون هیچ گونه خبری از اون بیرون. بهشون این پیام میدم که خانواده هاشون واقعا چشم راهشون هم منتظرشون هم، روزانه براشون پیام میفرستن در فیسبوک یا در اینستاگرام یا در دنیای مجازی براشون پیام میدن، دارن تلاش میکنن هر چه دوتا اینا خودشون دست به کار بشن، تلاش کنن که هر چه از این فرقه جدا بشن و با دنیا آزاد بگردن. نخیر، اون چیزی که فرقه میگو که هر کس بره بیرون و رژیم یا دنبالش با
دو تا زن و با وزارت اطلاعات و فلان اینا ما که چیزی ندیدیم. هر موقع الان حدود 3 سال آمدیم بیرون، نه رژیمی دیدیم، نه وزارت اطلاعات دیدیم، نه زنی دیدیم، نه کسی دیدیم. زندگی آزاد خود رو داریم میکنیم، کار بیرون انجام میدیم، در اختیار خودمونیم، شب و روز هم روزانه با خانوادمون در تماسیم، هیچ مشکلی نداریم. قبلا تو فرقه بودیم میگفتن که اینایی که از فرقه جدا میشن، از مجاهدین جدا میشن، از ما یعنی مجاهدین جدا میشن، میرن تو خیابونا آشها جمع میکنن. نه اینجوری نبود، ما اومدیم بیرون دیدیم همون نفراتی که اونا میگفتن اون موقعی که این کارو دارن میکنن بهترین زندگی داشتن اینجا، که بعد رفتن از اینجا، رفتن اروپا و الان ما هم اینجا به شکر خدا زندگی خوبی داریم و آرامش کامل به سر میبریم، با خانوادم رو در تماسیم، هیچ گونه مشکلی هم نداریم. بعضی دوستان که داخل کمپ اشرف هستن، اشرف اسلام بانت هستن، میخواییم اونا هم تصمیم نهای خودشون رو بگیرن که خانواده ها چشم را شدن هرچی سریعتر اینجا رو ترک کنن. بسیار ممنونم. منظور اونها از اینکه حکومت میاد با 2 زن سراغ شما، چون تو ایران این رسمه که میگن یه کسایی به اصلا اسمشون رو گذاشتن پرستو، که میرن دنبال افراد به اصطلاح معروف، اونا رو گیر میندازن. این به اصطلاح یه رسم شناخته شده است که وزارت اطلاعات گویا این کار میکنه. منظورشون این بوده که توسط زنها شما رو فریب میدن و به دام وزارت اطلاعات میندازن. اگر این بوده که تازه یه تبلیغ بد بوده، چون کسی که سالها اونجا مونده مجرد میگه خب حالا من برم بیرون بلکه وزارت اطلاعات 2 زنم برام بیاره. این منظورشون چی بوده؟ منظورشون این بود که شما اگه برید بیرون، اگه برید از سازمان بیرون، ناخودآگاه جذب وزارت اطلاعات میشید با زن. دو تا زن وزارت اطلاعات اینا رو جذب شما، اینا رو به شما بست میشن و شما جلد وزارت اطلاعات میشید و میشید موزور رژیم وسیله زنها. یعنی من یعنی چیزی که شما میگید پرستو و اینا اطلاعاتی ندارم، ولی صحبت اینایی بود در کلیت که هر کس که بره بیرون سرنوشتش اینه، با 2 زن از وزارت اطلاعات و با موزور رژیم و زیر قوای ملا میرن. به نظر من هر کسی این رو میگفته خیلی چیز احمقانه بوده، چون ما از خانم هایی که جدا شدن از سازمان شنیدیم که به اونها میگفتن اگر خانم ها برن بیرون به اصطلاح به تن فروشی میافتن و اینها، باید به شما هم میگفتن اگه برید معتاد میشید چی میشید، نه اینکه وزارت اطلاعات میاد براتون 2 زنم میاره و کسی که سالها در اردوگاه بوده و تنها بوده و اینها. در اصل من نمیفهمم واقعا اینا چه منطقی دارن و چه چیزی توی مغزشون هست. از شما تشکر میکنم، از دیگر دوستان تشکر میکنم. بارها گفتم شما هم میتونستید بعد از اینکه جدا شدید برید دنبال کار و زندگی خودتون و به اصطلاح بگید من این همه سال عمرم فنا شده، حالا باید پول بیشتری جمع کنم و از هر یه روز به جای 3 روز استفاده کنم و اینها، ولی آمدید با شهامت، شجاعت و با تحمل درد. من میدونم که شما وقتی از اسارتتون میگید، از اون ظلمی که عراقی‌ها به شما به اصطلاح روا داشتن، از اون ظلمی که حتی سازمان مجاهدین که هموطنهای شما هستن به شما روا داشتن میخواین صحبت کنید، به اصطلاح تکرار این خاطرات برای شما سخته، ولی شماها آمدید و میگید و بعضی وقتا حتی مورد انتقاد و اینها هم قرار میگیرید. من به نوبه خودم از شما ممنونم، چون شماها چشم و گوش من رو باز کردید به این سازمان، که این سازمان ارتش آزادی بخش نیست و فقط یک فرقه است. شما نظرتون درباره اونایی که به شما انتقاد میکنن، که حالا که شما که اسیر بودید و به اصطلاح انتخاب زیادی نداشتین، ولی به شما و دیگران صحبت میکنن که خب شماها خودتون رفتید، شما عاقل هستید و بالغ هستید و اونجا بودید، نظرتون راجع به اون افراد چی هست که حتی امروز هم به شما شماتت میکنه؟ خب اگر اونا یک لحظه خودشون جای ما بذارن، در شرایطی که ما قرار گرفته بودیم بذارن، نکنم بتونن این حرف رو بذارن.
حتی الانش هم اگر خودشون یک لحظه جای تک تک ماهی که الان هم تو کشور آلمانی خودتو میدونید هستیم جای ما بودن و چقدر حتی فشاریم نمیتونن این حرف بزنن. یعنی خب نظر خودشون محترم برای خودشون، ولی ما گفتم که همون در اول صحبت گفتم ما فکر میکردیم به یک از بعد به از جای به بعد به بهتری میریم هم و از چابش بله من نمیدونستیم با وضعیت بدتری مواجه بشیم یا بعد وعیدهای زیادی میدادن ما کسی هم که از وعده و وعید برای آزادی مردم مردش نمیاد که شما باید تو میاد بگم مثلا فرض کن برای ایران آزاد بشه و نمیدونم شکل دیگه اروپا بری و نمیدونم برای کنید کار مستقل داشته باشی و ایران آزاد بشه و اینا و این بعد و بعد ها نفرات رفتن همچنین که دیدی الان خودش اعلام کردن از 2000 نفر 123 نفر مونده از اسرا جنگی حالا ما اونایی که از ترکیه آوردن چی بود؟ یه تعداد نفراتی هم بودن که از ترکیه آوردن بله اونایی رو که به قول وعده کار و به اصطلاح گرفتن اقامت اروپا و اینها بوده بله بله یه تعدادی هم بودن از ترکیه و از کشور خلیج آورده بودن آوردن اینا گفته بودن شما بیاید دو ماه در خالص در شهرستان خالص بغداد اونجا بمونید دو ماه اونجا بمونید پیش ما بعد شما میفرستیم اروپا اونا رو آوردن حتی ما خودم شاهد بودم اینا نفراتی رو که آوردن اونجا الان اسمش نمیتونم بیارم خوب نیست شاید تو مظلومیتم این رسم بود تو سازمان مجاهدین دستان رسم بود بعد از دوران آبودیش که تمام میشد نفر میبودم برای سن اون جایی برای سن که خودش معرفی کنه بگه من اسم کی هستم و الان مثلا خود شدم هم جدید شدم و قدیم هم فلان رد خودش بگه چند ماه اومدم یه نفر رفت بالای سن خودش معرفی کنه و اینا بود من تو ترکیه از ایران فرار کردم و اومدم از مرد خانوادیش هم خوب بوده از خانوادم فرار کردم اومدم ترکیه که برم اروپا به یک نفر برخورد کردم که گفت دو ماه بیا عراق همین که گفت دو ماه بیا عراق و اینا از اروپا برنگو رو قرار کردم بودنش پایین نداشت بقیهش رو بگه نداشتن این نفرات رو به این صورت آوردن بله بسیار ممنونم شما خبری از دوستانتون یا افرادی که توی اون کمپ هستن در آلبانی دارید؟ چون هفته گذشتم یه خبری بود حقیقتش اینقدر خبرهای بد میاد که یادم نیست راجع به زلزله بود یا انفجاری اون نزدیکی ها اتفاق افتاده ولی نه ما از به اصطلاح مبتلایان به کرونا نه از هیچ خبری از داخل نمیاد چجوری اینا میتونن این سازمان میدونم خب توضیح سکت یا فرقه همینه که به اصطلاح در یه محیط بسته همه چیز رو میپوشونن اون از رجوی که الان دیگه نزدیک به 16 ساله هیچ خبری ازش نیست و خبرهای دیگه هم به اصطلاح به بیرون درز نمیکنه شما خبری دارید این افراد هنوزم میتونن بیان به شهر یا به دلیل کرونا اینها رو بیشتر نگه میدارن به قول معروف خودمون میگرد کور از خدا چی میخواد بیشش به بینا خدا رجبی هم میگفت یک معاده است برای ما یک چیزی که پیش برمان از موقعی کرونا شروع شده اینا یک ترددی بیرون ندارن نمیذارن یا بیرون در صورتی که تو کشور تو شهر همین تیران ها مردم تردد دارن ما تردد داریم و با رعایت های بهداشتی فاصله گذاری ها همه چیز رعایت میشه الان این مسئله کرونا برای اینا شده یک معاهده با قول خود رجعی هیچ کسی بیرون نمیذاره بیا الان حدود 6 ماه نفرات اینا بیرون اصلا نمیان تو تیران ها بعد سر این انفجار اینا انفجار خبر ندارم برای دو شب پیش بود که یه زلزله اومده تو تیران ها همون اطراف اشرف سه بوده ولی هیچ خبری بیرون درز نکردن بله من هم شنیدم که حالا یادم اومد که همین زلزله اتفاقا نزدیک اون کمپ بوده اگر دوستان خبری دارن لطف کنن بفرستن تا ما بعدا برای دوستان دیگه ارسال کنیم آقای
میرزایی، شما چون جزء ارتش بودید، اصطلاح برخورد ارتش ایران، کشور ایران، حکومت ایران با شما چگونه بوده و آیا شما میتونید آزادانه برید ایران یا به خاطر این سالهایی که خدمت کردید بعد اسیر شدید و اینها حاضرن حقوقی، بازنشستگی، بازخریدی چیزی به شما بدن؟ اصلاحی از این موضوع ندارم خودم. بله. اصلاحی از این موضوع ندارم چون که خودم بیخبرم، ولی من قصد بازگشت به پیش خانواده دارم. درخواست هم دادم به وزارتکشور آلمانی. درخواست دادم. هنوز تا حالا آدم نشده ولی سر مزایا و حقوق و هر چی. یا اطلاعاتی ندارم در آینده چی پیش خواهد اومد نمیدونم. به نظر من شما محق هستید که به خاطر سالهایی که خدمت کردید و همین که همه عمرتون حقیقتاً هم شما و هم خانواده از هم جدا بودید، جوانی بودید که توی ارتش بودید، الان میان سال هستید، احتمالاً فامیل، دخترها، پسرها ازدواج کردند و شما همیشه در بیخبری بودید یا نتونستید اونجا باشید، من فکر میکنم باید از شما تقدیر به عمل بیاد، همونجوری که توی فیلم ها میبینیم وقتی اسرا بر میگردن به کشورشون براشون گلریزان میکنن. به نظر من مهم نیست که شما فریب سازمان رو خوردید و به اونها پیوستید، چون باز نشون دادید که دلتون با اونها نبوده و باز برگشتید با مردم ایران هستید و یک قدم بیشتر آمدید و خاطرات خودتون رو میگید. من باز هم از شما ممنونم، باز هم اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم در برنامه های آینده به اصطلاح با شما باشیم ولی با خبرهایی بهتر و واقعا زندگی بهتر. شما بینندگان تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتم و صحبت ما شنیدم. امیدوارم که بتونم و اولش هم گفتم ما لوله گل خوردیم دیگه، یعنی اشتباه کردیم، گل خوردیم که بی فرق پیوستیم، همچنین که نفعات قدیمی هاشو بیکاره کردن اونا هم خوردیم. بسیار ممنونم از شما، من بهترین ها رو برای شما و دیگر دوستان آرزو میکنم. خیلی ممنون که وقت گذاشتید و با ما بودید. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای غلامعلی میرزایی بودیم از آلبانی و اگر صدا اشکال داشت، گویای این هست که اینها با امکانات کم، احتمالاً یک لپتاپ دست دوم یا حتی بعضی وقتا لپتاپایی که یه جاهایی مجانی میدن به افرادی که نیاز دارن. و باز برگردیم به این موضوع که این دوستان سالها از تکنولوژی دور بودن، همین که امروز میتونن با این اسکایپ و اینها کار کنن باز جای شکرش باقی هست، چون خیلی از اینا میگن ما تا زمانی که از سازمان اومدیم بیرون حتی نمیدونستیم تلفنی به نام تلفن همراه یا گوشی و اینها هست. من حتی قبل از برنامه وقتی که دیدم صدا خوب نیست به آقای میرزایی گفتم که اگه امکان داره از گوشی استفاده کنید، ایشون گفت من اسکایپ روی گوشیم ندارم، چون میدونید که ایرانیایی که خارج از آمریکا هستن به تلفن‌های همراه میگن گوشی و با این گوشی که ما میذاریم و اینها دوتاش یه اسم داره. یه کمی بعد توضیح دادم که نه، منظور من از اون گوشی‌هایی هست که میذارید داخل گوش و میکروفون داره. ایشون لطف کرد این کار رو انجام داد، ولی باید ستینگ اسکایپ رو هم عوض کنن، چون به اسکایپ شما باید بگی که از کدوم میکروفون، از کدوم بلندگو استفاده کن. اگر این به اصطلاح ویدیو قابل قبول نباشه از لحاظ صدا و اینها، من با کانون آوا تماس میگیرم تا باز هم در همین یکی دو روز آینده با آقای میرزایی باشیم و این برنامه رو تکرار کنیم. ولی مهم اینه که من و شما با هر مشکلی که هست
توجه کنیم، این برنامه ها رو ببینیم و این دوستان رو تشویق کنیم که بیشتر بیان. افراد دیگه ای هستند، دیدید ایشون گفت 2000 نفر اسیر عراقی به سازمان پیوسته بودن، امروز نزدیک به کمتر از 200 نفر هستن و باقیشون رفتن، چون اینها اون به اصطلاح بدرفتاری که از سازمان دیدن زودتر سرخورده شدن و زودتر تلاش کردن که جدا بشن از سازمان و خیلی خوشحالیم که جدا شدن و میتونن امروز آزادانه هر جایی که بخوان زندگی کنن. از شما دوستان هم ممنون که با همه این مشکل ها به اصطلاح تحمل میکنید و با ما هستید. برنامه ها رو پی میگیریم و آرزو میکنیم که روز و روزگار بهتری در انتظار همه آدم های خوب این دنیا باشه. خیلی ممنون که با ما بودید. مرسی.